عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان و دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق در دانشگاه برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای هاشمی، چگونگی استیضاح و سلب صلاحیت وزیران در مجلس نمایندگان از لحاظ حقوقی شما چگونه میبینید؟ آیا این کار مجلس از جنبه قانونی برخوردار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما. سلام به شما جناب منصور صاحب و بینندگان تلویزیون تلونیز. عرض بکنم که یکی از پرنسیپ هایی که در دموکراسی ها وجود داره تفکیک قواست و در عین زمان توازن همکاری قوا، و در عین زمان به خاطر حفظ استقلال هر قوا باید یک سلسله حربه ها و وسایل و امکانات به دسترس هر قوا باید وجود داشته باشد تا ای که در موقع لازم از او استفاده بکنه. مسئله استجواب و استیضاح و در نهایت سلب اعتماد، این وسایل و حربه هایی است که به دسترس پارلمان گذاشته شده تا ای که حکومت مجبور بسازه به ای که راه درست و راهی که مطابق خاص ملت است او را تعقیب بکنه. و در این حالت هم پارلمان افغانستان بر اساس ماده 92 که این صلاحیت ماده 92 قانون اساسی که این صلاحیت برای پارلمان داده که در صورتی که 20% اعضایش برای یک استیضاح یا استجواب رای میته میتونن که شخص استیضاح بکنن. و استیضاح کلمه معنایش میست که طلب توضیح، یعنی توضیحات باید بده. و در ضمن تذکر داده شده که اگر توضیحات قناعت بخش نباشه در اون صورت باز مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه مسئله سلب اعتماد بررسی میکنه. بررسی اینجا یک نکته باریکی وجود داره که آیا در این مورد بررسی شده یا نشده. و در عین زمان این مثلا تذکر داده شده که وقتی که تصمیم به سلب اعتماد گرفته میشه باید به اکثریت آرای تمام یا کل نمایندگان ولسی جرگه باشه. اگر داخل از این شرایط سلب اعتماد صورت گرفته باشه یقینا حق پارلمان است. ولی مسئله اساسی است که ما در یک حالته که بدون از اینکه توجه به همکاری و توازن قوا صورت بگیره بیشتر قوای سیگانه و مخصوصاً پارلمان و قوای اجراییه در امی دو سال در یک تخاصم قرار دارن، در یک تقابل قرار دارن. و این سبب شده که بیشتر از اینکه ما توجه به قانون اساسی و پالوهای حقوقی یا آباد حقوقی از این مسائل داشته باشیم بیشتر ایر سیاسی مطرح میکنیم. و بنابرای که خود حکومت وحدت ملی بر اساس تقسیم قدرت حاکمه که خلاف قانون اساسی است به وجود آمده و بیشتر به متنفذین قومی روی آورده شده، از این لحاظ هر روز در تقسیم قدرت در خود حکومت و همین رقم در پارلمان بر مبنای بعضی ملحوظات سیاسی کارها پیش میره. و از این خاطر است که ما در بعضی حالات به بنبست مواجه میشیم. مسئله دیگه که در این امر مطرح هست که پارلمان ولسی جرگه افغانستان آیا با اکثریت کل اعضا این تصمیم گرفته و یا ایست که چگونه؟ در عین زمان وقتی که پارلمان ها در کشورهای دموکراتیک سلب اعتماد میکنن و یا استیضاح میکنن، اگر یک تعداد زیاد از وزرا مورد سلب اعتماد قرار میگیره در اون صورت حکومت در کل سقوط میکنه. در بخاطر از اینکه در عین زمانی که در دموکراسی ها یک حق یا حق سلب اعتماد یا سلب اعتماد به صورت انفرادی صورت میگیره، به صورت کل و دسته جمعی هم صورت میگیره که اگر تعداد زیادتر باشد در اون صورت حکومت باید سقوط بکنه. و حالا همین گونه است چون اکثریت وزیران باید استیضاح شوند. بله، به خاطر که مسئولیت کلی کابینه مطرح میشه. خیلی ممنون آقای منصور. شما چرا به گونه خیلی شتاب زده اقدام به استیضاح وزیران کردین در حالی که در گذشته چنین یک برخورد مجلس نمایندگان با قوای اجرایه به پیش نبوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و بیننده های عزیز و استاد عزیز ما،
فکر کنم که ما بسیار با تأخیر حرکت کردیم. بررسی قطعیه سال 1394 پس از پایان یافتن تعطیلی های تابستانی شروع شده. یعنی شما ببینید که از ماه سنباله به این طرف شروع شده و آغاز شده و هر روز در اجندای کاری است، در کمیسیون ها کار دارن و اگر اخبار و گزارشات شورای ملی را دنبال کرده باشین در اون میبینین که گزارشات مختلف در اینجا داده شده. من فکر میکنم که نه تنها کدوم مجله در کار نبوده بلکه تأخیری هم در کار بوده. از دلایل معجل وجود داشته در کار استیضاح وزیران؟ خب معلوم است که وقتی یک اکثریت بزرگ از 210 نفر عضو ولسی جرگه وقتی چیزی در حدود 195-190 نفر میان در مورد رای میتن، اینجا دیگه چیزی برای شک و شبه باقی نمیمانه. پس چرا حکومت از این تصمیم شما سر باز زده مانع آمدن وزیران به مجلس نمایندگان میگردد؟ بهتر است که جانب حکومت توضیح بده دلیل خودش. برداشت شما چی است؟ چرا وقت گذاشتن همیشه و تصمیم و فیصله های شما اگر در واقع فیصله ها و تصمیم شما جنبه حقوقی و قانونی دارد؟ در اینکه جنبه حقوقی و قانونی دارد جناب استاد بسیار به خوبی توضیح دادن، مسئله در اونجا شک نیست. ما دو تا قصه است که چندین بار از امیجه که نشستیم از امیجه صحبت کردیم که بعضی از بزرگان کشور ما فقط در لفظ آنها طرفدار دموکراسی هستند و خود بسیار دموکرات نشون میدن، اما در عمل میبینیم که عملشون خلاف او چیزیست که میگن. متاسفانه که مقامات درجه اول کشور ما چنین نمایش را از خود به جا میگذارند. نکته دوم هم هست که در واقع شورای ملی افغانستان تا حدودی هم از شعارها و سیاستهای رئیس جمهور افغانستان تاثیر پذیرفته. آنها بودند که بسیار با جدیت گلون پاره کردند که ما جلب فسادم میگیرم، آدم بیکارانه میمانم، مده 6 ماه امتحان میگیرم، آدمی که کار نکده و میکشمش. چه امتحان مهمتر از ایست که یک وزیر محترم در یک سال بودجه انکشافیش مصرف کرده نمیتونه؟ بودجه انکشافی که به کل افغانستان است و این بیانگر ضعف ناتوانی وزیران است. معلوم چرا رئیس جمهور با حمایت از وزیران ناتوان حالا به گفته و تفسیر شما پرداخته؟ خب شما از او پرسان کنین که چرا تو بودی که گلون پاره میکدی، تو بودی که داد میزدی، تو بودی که نمیمانم ما آدم ناتوان امتحان میگیرم. چه امتحانی عجیب تر که جوانای ما بیکار میمونه، خانواده ها از شدت بیکاری و فقر به بیرون پناهنده میشن، غرق دریاها میشن، بعد هم از کشورها کشیده میشن و تو پول خیراتی خارجی را میاره خشت خریده نمیتونی، سنگ خریده نمیتونی، جوی کشیده نمیتونی، پل ساخته نمیتونی، مکتب جور کرده نمیتونی، کار ایجاد کرده نمیتونی. چی چیزی؟ این نه به کدام حزب ارتباط داره، نه به کدام قوم ارتباط داره، نه به کدام سمت ارتباط داره. به همه افغانستان پول انکشافی آمده، یک سال هم وقت داشته، مصرف هم نکرده. بله. آقای منصور، اینجا برخورد شما با وزیران در واقع پرسش هایی را در میان مردم افغانستان خلق کرده. زمان وزیر در مجلس حضور پیدا میکنه، در مورد علت مصرف نشدن بودجه توسعه توضیحات ارائه میکنه به نماینده های مجلس، اما سلب اعتماد میگردد. اما وزیرانی که برخلاف قانون یا در تضاد با قانون اساسی به گفته شما به مجلس نمیآیند، هیچ توضیحی در مورد علت مصرف نشدن بودجه توسعه‌ایش ارائه نمیگردد، از مجلس رأی اعتماد به دست میآورد. چرا این گونه است؟ ببینید یک سندی است که زیاد روی زیم فکر بکنیم که بس قطعی یک موضوع هوایی نیست. این گزارش که من دست دارم یک سند رسمی دولت است. به اساس از این ماها وکلا روی از این صحبت کردیم. اصل مباحث در کمیسیون ها صورت میگیره. در اونجا کسایی که به رای میان با ذهن تمام دلایل در اینجا هست. وزیر محترم هر کسی که بوده
شش ماه کامل وقت داشته که از کاری که کرده دفاع بکنه. این متن اول خودش جور میکنه، هر وزیر است، احمد است یا محمود است، بعد میره به وزارت مالیه میده، وزارت مالیه میره به کمیسیون اداره عالی تفتیش، و این یک سند است که مورد تایید خودشان بوده. به این ترتیب وکلا کاملا میدانند که دلایل موجه و غیر موجهشون این گزارش مفصل در اینجا وجود داره. حالا وزیران، اگر مثال بزنیم، وزیر خارجه به اساس اسناد و شواهد در مجلس نمایندگان پاسخ ارائه کرد که 73% بودجه توسعهش هزینه شده، مگر اسناد صلاح الدین ربانی یا اسناد ارائه شده اونجا مشکل داشته؟ اول سوالات موردی که متعلق به یک فرد باشه و قضیه فردی بسازه، فکر میکنم بسیار جا نداره که ما روی صحبت بکنیم. نتیجه همیست که خب ما محفوظ است، خب با بغضم نسبت به هر کسی، ولی فیصله نهایی رو یک جمع میکنه. 235 نفر اعضای بولسی جرگه که همه دارای جایگاه مساوی و حق مساوی دارن، اینها به تعیین میکنن. در فرجام آنها نشان دادن که به کی رای اعتماد بدن و به کی ندن. خیلی سپاسگزارم آقای هاشمی. هرچند بسیاری ها جایگاه حقوقی مجلس نمایندگان زیر پرسش قرار میتن، چون به گفته اینها میاد قانونی کار مجلس نمایندگان در واقع به پایان رسیده، حالا کارش مشروعیت حقوقی نداره. اما چرا اگر در واقع برخورد مجلس نمایندگان با وزیران از جنبه های حقوقی برخوردار است و مشروعیت حقوقی داره کار نماینده های مجلس، چرا حکومت به پیروی از قانون نمیگذاره وزیران بیایند برای نماینده های مجلس توضیحات ارائه کنند، پاسخ بدن و این مسئله را یا چگونگی استیضاح وزیران ارجاع میکنه به دادگاه عالی؟ عرض کنم که ما در یک سیستم یا در یک رژیم سیاسی که مبتنی است بر آرزوها و امیال شخصی و گروپی و تنظیمی، ما وقتی که از دموکراسی صحبت میکنیم، تمام اعمال حکومت و پارلمان و قوه قضاییه باید مبتنی باشه بر قانون اساسی که او میثاق ملی است. ولی وقتی که ما از حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم، حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی به وجود نامده، بر اساس تقسیم حاکمیت ملی که او متعلق است به مردم بین دو تیمی که در انتخابات شرکت داشتن و بالاخره با توافق نامه سیاسی که انجام دادن یک حکومت به وجود آوردن. لازم ما از اون نکته اول خلاف قانون حرکت کردیم. پارلمان هم وقت 5 سالش پوره شده، بر اساس یک ماده که در قانون اساسی است که بعد از اعلان نتایج انتخابات، او یک مسئله است برای خاطر از اینکه ممکن است انتخابات برای سالهای سال صورت نگیره، و ولی زمان تعیین شده برای پارلمان و برای اعضای پارلمان هم 5 سال است و این تذکر داده شده در بسامه واقع. لحاظا از او 5 سال به بعد موجودیت پارلمان و صلاحیت های پارلمان زیر سوال قرار میگیره. در عین زمان ما فکر میکنم که با سازش های سیاسی که در اول صورت گرفت، قدرت حاکمیت تقسیم شد بدون کدام اختلاف نظر و 2 سال در بر گرفت که آنچه قابل تقسیم بود بین دو تیم تقسیم شود، بین متنفذین قومی تقسیم شود. امروز سر نفس قدرت است که ما میبینیم که اختلافات تبارز میکنند. و در عین زمان ایران باید عرض بکنم که هم پارلمان ما هم حکومت ما مبتنی است بر یک سلسله ملحوظات سیاسی و بر اساس ارتباطات آمده. در این شک نیست که در پارلمان ما شخصیت های بسیار قابل اعتماد وجود داره، اما خود بنیاد پارلمان بر اساس شناخت ها، بر اساس روابط، بر اساس زور و اینا شده. البته احترام کسایی که از طرف مردم انتخاب شدن و به صورت قانونی انتخاب شدن، احترام از اونا بجاش. در عین زمان بین پارلمان و بین حکومت یک نوع سازشکاری هایی بوده که در 2 سال ای بسیار به صراحت تبارز نکرده. امروز گفتیم سر نفس قدرت که او قابل تقسیم نیست، ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه مقابل شدن و در عین زمان وزرایی که تعیین شده
از طرف رئیس اجرایی و رئیس حکومت که یک مدت زیادی را در بر گرفت، منافع ملی افغانستان فراموش شد. این وزرا مطابق میل اشخاص آمدن و کرسی ها قرار گرفتن، بر اساس شایستگی، بر اساس کاردانی، بر اساس لیاقت و دانش اینا نبوده. فقط کافی بود که به این 50% یا به او 50% ارتباط می گرفت. در این زمان پارلمان هم با می ترکیب آمده. لحاظا حالا سر تقسیم قدرت، اگر فرض میکنیم یک وزیر مطابق میل یکی از این اشخاص نباشه، باید او مورد استیزا قرار بگیره و منجر به این شبه که او سلب اعتماد شود. حالا میبینید که یک وزیر سلب تابعیت، سلب صلاحیت میشه و یکی دیگر نمیشه. دلایل موجه و یکی از شرایط قانون اساسی میست که در صورتی که سلب اعتماد میشه یک آدم، دلایل بسیار موجه، مستقیم و صریح وجود داشته باشه. حالا با گفته آقای منصور وجود داره دلایل موجه در نزد نماینده های مجلس از بحری سیزای وزیران؟ ببینین وقتی که اکثریت کل وکلا حاضر میباشه و تصمیم میگیره، یقینا سر دلایل موجهش فکر کردن و در عین زمان صراحت هم شاید بهشان وجود داشته باشه. اما ای که تا کجا این قابل قبول برای عامه مردم افغانستان است، این مسئله دیگه است. ولی پس در اینجا هیچ گونه ابهام وجود نداره آقای هاشمی در چگونگی سیزای وزیران از لحاظ حقوقی یا مشخص در ماده 92 قانون اساسی؟ ببینید، من قبلا هم بر شما عرض کردم که مطابق قانون اساسی یا صلاحیت های پارلمان است که اما چرا استیزا بکنن. حکومت میخواه ارجاع کنه موضوع استیزای وزیران به دادگاه عالی، چقدر این کار حکومت در واقع از مشروعیت حقوقی برخوردار است؟ هیچ گونه توجیه پذیر نیست، به خاطر از اینکه حکومت خودش مطابق قانون اساسی به وجود نامده و امروز نمیتونه که به یک ماده قانون اساسی که او مسائل متنازع فیره به سر محکمه راجع می سازد. خب حالا گفتم ایشا که کار مجلس هم از مشروعیت حقوقی برخوردار نیست به گفته شما. در این حالات نه قوای مجریه اساس حقوقی دارن نه هم قوای مقننه. ببینین بازم حالا که ما در عالم تخلفات حقوقی زندگی میکنیم و مجبور هستیم، مردم افغانستان امروز از حکومت فاصله گرفته، از پارلمان فاصله گرفته و منتظر است چی میشه. حالا میبینیم که کارها به جایی رسیده که وزرایی که از هر دو طرف تعیین شده مورد استیزا قرار میگیره، یکی بدون از اینکه در پارلمان در ولسی جرگه حاضر شوه سلب اعتماد نمیشه، رأی اعتماد میگیره، که این هم یک نکته بسیار قابل توجه است. و یک آدم دیگه که فکر میکنین چرا این گونه است؟ چی راز در عقب این برخورد مجلس نمایندگان وجود دارد؟ ارتباطات بسیار نقش داره. در واقع به گفته برخی نماینده ها معامله های صورت گرفته بین وزیران و نماینده مجلس در کار است. بله. و در عین زمان برای بار اول است که من میبینم که یک آدم استیزا میشه و سلب اعتماد میشه ولی خودش حضور نداره. بله، خیلی سپاس. آقای منصور، چی معامله وجود داره میان اعضای مجلس نمایندگان و برخی از وزیران؟ این خیلی سوال جدی مردم افغانستان است. چرا برخی از وزیران به مجلس نمی آیند اما رأی اعتماد به دست می آورند، اما وزیران می آیند اونجا توضیحات ارائه می کنند سلب صلاحیت می گردند؟ این که نکته بسیار اساسی است که خواست وقت شورای ملی یا به عبارت دیگه خانه ملت افغانستان کوچک است. یک فرد، من یا کس دیگه، بیاید کل خواستهای مردم افغانستان اگه بخواه بگویه کار بسیار غلط و دشوار است. تنها هر فرد خودش میدونه، هیچ کسی وکیل مربع نیست، وکیلا در جیب کسی نیست. حالا شما شناختی از همکارانتان دارین؟ برخی از همکاران شما متهم میسادن اعضای مجلس نمایندگان به معامله های پولی با وزیران؟ اونایی که متهم میکنن اونا خودشون اثبات بکنن. ولی من زیاد گفته شده حتی معامله های میان وزیران و نماینده های مجلس در دشنام های شورای ملی. ببین هر کسی گفته و ثبوت کردش نمیتونه به دادگاه کشید. ببینیم که اتهام کردن کار آسان است، اما میفهمی پیامدش چیست؟ پس چرا این گونه است آقای منصور؟ ببین یک وزیر میآید توضیحات ارائه میکنه، اسناد شواهد در اختیار نماینده های مجلس قرار میده، سلب صلاحیت میگردد. وزیر دیگر اصلا حاضر نمیشه و مجلس حضور پیدا نمیکنه برخلاف تصمیم و فیصله های شما، اما برایش رأی اعتماد داده میشه. قصد اثر عزیز که نماینده های مردم
خودشان جوانب مختلف کار یک کسی رو میبین. حالا مشخصا وزیر مالیت چی دلیل قانع کننده برای شما ارائه کرد؟ شما کوشش نکنید موردی گپ بزنین یک یک تا اعتماد به دست آورد. مثلا مثال بزنیم، مشخصا اگر مثال بزنیم. خب این سوال خیلی جدی است، باید مردم افغانستان آگاهی داشته باشن. سوال جدی، از کجا میفهمی که ما به او رای دادیم یا ندادیم؟ معرف خودم میتونم قصد سر عزیز که آنچه صحیح است شورای ملی صلاحیت داره و دلیل ضرور نمیده که هر که دلیل خود بگه چرا گفتی، چون رای گیری سری و مستقیم است. نتیجه که شورا میگیره اونمو صحیح است، یا رد میکنه یا تایید میکنه، اینمی صلاحیتش است و نیازم نداره که ایره توضیح بده. متوجه شدی؟ چون اینا آمدن رای گرفتن و خودشون اینمی صلاحیت از مردم گرفتن که به نمایندگی از وا یا یک قانون تصویب کنن یا رد کنن. در روزی که ببینین، یک نکته دیگر هم ببینین، بحث سر مشروعیت عدم مشروعیت است. ما بحث حقوقیش نمی کنم، بحث تاریخیش می گیرم. همین وزیرای محترم همین شورا برای شورای داد دو روز چک چک کردن بحث مشروعیت عدم مشروعیتش چی نبود؟ نه؟ هیچ نبود. رئیس استرمکمی محترم و قاضی های عالی رتبه اینجا رای گرفته، اونجا مشروعیت عدم مشروعیت چیز نبود. اما حالا نمیپذیره حکومت فیصله شما را. آقای منصور اجازه بدید، اگر این باشه که هر وقتی که ما مطابق میل حکومت کار کنیم مشروع استیم، اگر نکنیم نامشروع، این فکر میکنم بسیار منطق خوبی نیست. خب حالا ارجاع میکنه بحث استیزای وزیران به دادگاه عالی، اصلا واقع نگذاشته نمیشه به فیصله و تصمیم های شما. زورگویی همیشه دروازش باز است. اما قصد سر عزیز که اولا استاد گفت اگر بحث ابهام در قانون اساسی باشه، مرجع تفسیر قانون اساسی کمیسیون عالی نظارت به تطبیق قانون اساسی نه استرمکه. اگر بحث ایست که کدام بین فیصله شورا و قانون اساسی تضاد وجود داره، متوجه باشین که بحث رد صلاحیت قانون نیست. این یک تصمیمشان بوده و نه به استرمکه ارتباط داره، نه به رئیس جمهور ارتباط داره، نه به جای دیگه ارتباط داره. این از وظایف اختصاصی خود شورای ملی است. خب مثل اگر شما بخواید نخواهید ارجاع شده این موضوع به دادگاه عالی. ببینید مثل عزیز که شما بخواید بحث سر قانونی بودن غیر قانونی بودنش است. فلان جای هم بسیار دزدی شده، برای دزدی شوه، اما اینکه کار این دزدی، کار خلاف رفتاری، این کار درست است، ما توجیهش بکنیم. مرجع نمیشه، قانون شکنی قانون شکنی است. اگر رئیس جمهوری کار بکنه، جنایتش و جرمش بیشتر از دیگر است، چون اون نهاد باید حافظ قانون اساسی باشه. و همچنان روند استیزای وزیران ادامه داره. ادامه داره. به خواستها و پیشنهادهای حکومت تمکین صورت نمیگیره در مجلس. این صلاحیت حکومت نیست. خب ما همونطوره که خب حکومت نمیپذیره فیصله شما. خب شما چه کار میکنید؟ حکومت به وزیران دستور داده وزیران سلب صلاحیت شده همچنان بمانند در پستشون. همونطوره که ما به خود ما حق نمیدیم که وقتی که تو وزیر معرفی میکنی، کرا معرفی میکنی، دستت باز است، از 30 میلیون مردم افغانستان هر کدر باز میکنی. وقتی که این صلاحیت از ماست، تاییدش میکنیم یا نمیکنیم؟ چه وقت سلب صلاحیتش میکنیم، چه وقت نمیکنیم؟ خب اگر قبول نکرد باز هم خب کارهای شما را حکومت چی میکنین؟ که نکرد اونطور نیست که ما را باد آورده باشه اینجا. چی میکنین؟ خب ما حربه های قانونی دست خود ما داریم. مثلا چی حربه؟ خب دمو موقعش حالا متوجه باشه که ما مامورین استیزا با ما مامورین حقوقی در نزد مجلس است. حکومت این هر بار مشروعیت زیر پرسش برده. یک ما بعد یک هر وقت رئیس جمهور، رئیس جمهور در برابر شورا پاسخگو، شورا در برابر رئیس جمهور پاسخگو نیست. یک دو یک ما بعد بودی جمعی. خیلی ممنون. متوجه شدی باز در مقابلش ما میفهمیم که با چی میکنیم قضیش. بودجه رو به تاخیر میاندازیم، مجبور هستیم. اونجا مردم آسیب میبینن. نه، او حکومت معاش مامورینه مکلف از مانند سال گذشته بده. اما خود از کجا پول وجود نداره؟ اگر پول ما چاپ نمیکنیم، پول اونجا هست، اما چگونگی مصرفش به تعویق میفته؟ متوجه شدین؟ خیلی ممنون آقای شیمی. حالا چی است راه حل از لحاظ حقوقی؟ مجلس به ادامه استیضاء وزیران تاکید نمی‌ورزد، حکومت اصلا فیصله های مجلس قبول نداره، بالاخره چی باید شود؟ خیلی کوتاه. ببینین با وجودی که در کار پارلمان انتقادات وجود دارد، مگر بازم سر از یک قانون اساسی برشان این صلاحیت داده،
چگونگیش مربوط به خودشان است، مگر این صلاحیتشان است که سلب اعتماد بکنند. من تا طرز ای که سلب اعتماد میشه یک وزیر، ما مخالفش هست که یک آدم حضور نداشته باشه سلب صلاحیت شد. در غیاب تصمیم و فیصله گرفته نمیتونه. معمول نیست. اما چرا به اساس کدام قانون و اصول وظایف داخلی اعلی مجلس چنین تصمیم گرفته؟ ما فکر میکنیم که اینها قانون گذار هستند، از قانون بیشتر فکر از مردم عادی آگاهی دارند. در همین اشتباهی که از مردم پیدا میشه ای که بعضی از افراد یا اعضای حکومت حمایت بیشتر میشن و دارن کسایی که در پارلمان هم از اونها حمایت بکنن و در حکومت هم، و بعضی از وزرا ممکن است که او حمایت قاطع نداشته باشه و سلب اعتماد شود. منتها چیزی که در اینجا قابل تذکر است که جناب دکتر صاحب، جناب منصور صاحب به او اشاره کردن که اگر مسئله تفسیر قانون اساسی باشه، او ارتباط میگیره به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. ولی ما فکر نکنم که در قانون اساسی ما کدام ماده مبنی به این باشه که صلاحیت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باشه. خود نام از او میگه. در عین زمان در قانون اساسی مرجعی که به صراحت گفته شده باشه، البته در متن اصلی گفته شده بود ولی پس تغییر دادن او را، حالا در متن اصلی است که استرا محکمه حق تفسیر قانون اساسی را داره و با تغییر که آوردن این جمله را حذف کردن. امروز در قانون اساسی مرجع با صلاحیتی که واضحا گفته شده باشه وجود نداره، مگر یک تعامل به وجود آمده که در وقت آقای کرزی بسا مسائل راجع ساختن به استرا محکمه. امروز هم به استرا محکمه تعلق داره، اما یک چیزی که در صورت که یک ابهام در یک ابهام وجود داشته باشه، اینجا این ماده صراحت داره، چرا ما این به استرا محکمه بسپاریم؟ و کجا پس این تصمیم قطعی است، نباید دیگر ارجاع شود به نهاد چیزی که مطابق قانون اساسی است و ابهام نداره، ما فکر میکنم قطعی است. منتها یک مسئله که در اینجا گفته شده در ماده قانون که مسئله رای اعتماد بررسی گرفته میشه، اینجاست که حکومت یک پوینت داره. چون فرصت به پایان رسید خیلی کوتاه، اگر وزیر به مجلس نبیاید سلب استیضاح شود اما حضور پیدا نکند، چه کار باید صورت بگیره در مجلس در برابر این وزیر از لحاظ حقوقی؟ شما گفتین تصمیم غیابی جنبه قانونی ندارد. بله بله، این محکمه نیست که در اونجا در غیاب شخص یک تصمیم گرفته شود. در اینجا صلاحیت اعضای شورای ملی است که در موجودیتش استیضاح شود و در موجودیتش سلب صلاحیت شود. آقای منصور، چرا در غیاب وزیران بله تصمیم گرفتن میشه؟ روی ازی بسا صحبت شد، بحث غیابت که در غیابت ازی نباید فیصله شود. بحث از اون منظور از غیابت ناگاهی است، اگر کسی خبر نباشد که من استیضاح استم، یک هفته پیش برش اطلاع داده شده، جدول تعیین شده و تلویزیون هم میبینه، مجلس هم منتظر میمونه. اما آقای هاشمی، مجلس محکمه نیست در غیاب نه، فقط تفاوت دیدگاه ما که در اکثریت اونجا بود که منظور از غیابت در اونجا مفهومش یعنی ناآگاهی است، در حالی که اینا آگاه هستن و قصدن نمیان، میخوان سرپیچی کنن و مواد قانون که میگه در برابر شورا پاسخگو هستی آماده پاسخگویی نیست. اما فکر نمیکنیم باید معرفی شون وزیران از قانون سرپیچی میکنن به نهادهای عدلی و قضایی، نه در غیابشان شما تصمیم بگیرین؟ نه ببینید، اول ما محکمه سیاسی ما رو میکنیم، او کار بهتر از او است. خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. عبدالحفیظ منظور، عضو مجلس نمایندگان، و دکتر طاهر هاشمی، استاد حقوق در دانشگاه.